استاد محترم، سوال بعدی است که عزیز سوال کردن که استاد محترم، مهریه زن از نگاه اسلام چقدر است؟ خب سوالی خیلی خوب هست و خوبی از یک پهلوی دیگری هم داره که یکم دوستای ما بیننده ها و شنونده های عزیز به این امر متوجه شوند. مهر خانم شریعت اکثرش تعیین نکرده است، و در یک حدیثی که امام ابو حنیفه رحمه الله استدلال میکنه، لا مهر اقل من 10 دراهم، از 10 درهم باید کم نباشد. دسته علما در سند یزی کلام دارند، ولی نزد جمهور اهل سنت و الجماعت نه اکثر مهر تعیین است نه اقل مهر تعیین است. نزد امام ابو حنیفه باید از 10 درهم کمتر نباشد، که 10 درهم به حساب فعلی شاید 5.5-600 افغانی شود. اما نکاحی که مصارفش کمتر، مهر کمتر باشه، در او شکی نیست که خیر و برکت است. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در دور خلافتشان یک اصولی وضع کرد که باید مهر خانم ها بالا نروه، مهر خانم ها زیاد نباشه، تا که جوانا و پسرها در مشکلات روزگار و زندگی، یعنی اینها مبتلا شده، از ازدواج نمانند. یک خانم استاد گفت یا عمر، الله در کتابش میگه که و آتیتم احداهن قنطارا، در میان مرد و زن ناراضگی می آید، با هم جدا می شوند، شما به خانم خروار زر، قنطار خروار زر میگن، اگر به این خانم دادین شما حق ندارین را بگیرین. تو کی هستی که برای ما به اشتراک مقدار تعیین میکنی که نمقدر مهر باید بگیرین؟ بله، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در مقابل همی خانم سکوت کرد، هیچ حرفی نزد. جرأت عمر به هیچ کس مخفی نیست، ولی عمر در مقابل حق وقاف بود، استاد میشد، استاب میکرد، پیش نمیرفت. فهمید که سخن این خانم معقول و منطقی هست، نه مقدار کمی مهر نزد اهل سنت و الجماعت تعیین است، نه مقدار زیادش. امام ابو حنیفه رحمه الله یک حدیث اسلامی که 10 درهم باشه، ولی فقط بعد از اینکه سوال شاید سائل ما جواب بگیره ان شاء الله، توصیه ما این هست که پیامبر بزرگوار علیه السلام فرمودند مهری که کم باشه مصارف و معونتش دو خیر و برکت است. مشکلات های متعددی میآید، جوان ها توان ندارند. یکی از شاگردای ما از ولایت غور برای ما یک قصه کرد، گفت برادر ما در دختر خاله ما نامزاد شد، مهر ما 9 لک روپیه بود. 9 لک، بله، 1 لک روپیه ما بز و گوسفند فروختیم دادیم. برای 8 لک برادر ما رفت ایران، 9 سال مزدوری کرد. 9 سال خیلی دردآور بود که باور که اشکای ما ریخت. 9 سال مزدوری کرد، 8 لک پیدا کرد، آورد روان کرد، یک مقدار شو یک مقدار شو با خود آورد. گفت از مرکز ولسوالی به قریه ما را گفت دمی اسپای گادی میریم دیگه، اونجا موتر نمیرود، اسپای گادی. این زوانی که این جوان آمد بعد از گذشت 9 سال مزدوری با یک دنیای امید آورد، اجامه خود دختری خالهش هم بود، ازدواج بکند. این مسیری که از مرکز ولسوالی به خانه میرفت در اسب گادی سوار بودن، از راه این منحرف شد، این منحرف شد، این جوان شهید شد. الله. یک درد و غم و رنج متعددی بالای از اینها آمد، شهادت الله نصیبش گردان رفت، ولی در این دو فامیل خیلی دردآور بود، خیلی رنجاور بود که این بیچاره همان با عروسی خود چند دقیقه هم ننشسته بود، آمده بود، تاریخ عروسیش تعیین شد، نمیده دل از اینا درد میمانه. اگر مهریه از این کمتر میشد شاید ازدواج میکرد، یک مدتی مینشست، از این یکم کلمگو میمانه. اگر چه قضا و قدر الله آنچه که فیصله کرده است عمو شدنی هست، ولی ما یکم اسباب و وسائلی که در زندگی خود میداشته باشیم در اختیاری از آنها شریعت ما را، در تطبیقی از آنها شریعت ما را اختیار داده است. ازواج متحرات میبینیم پیامبر ما 13 ازدواج کرده، یکی در راه مرد و یکی دیگرش به اصطلاح پیامبر اسلام با او صحبت نکرد وفات کرد، 11 دیگرش مان با 11 تا صحبت کرد پیامبر نزدیک شد، 9 تا یزی با آن واحد زنده بودن. مهر از اینها را ببینید، تنها حضرت صفیه را نجاشی مهر بیشتر داد، 4000 دینار داده بود. دیگرای از این را که حساب بکنین به پول فیلی ما و شما از 80-70 هزار بالا نیست. مهر سیده فاطمه رضی الله تعالی عنها 131.5 طول نقره بود. 131.5 طول نقره به پول فعلی چقدر بالا حسابش کنی 78900 می شود. 78900 افغانی می شود. سبحان الله. مهر دختری به اصطلاح پادشاهی دو جهان، رحمت للعالمین، محمد رسول الله، سیده فاطمه رضی الله تعالی عنها و ارضاها اینقدر بود. ولی را به حضرت علی رضی الله تعالی عنها میدید پیامبر حق داره که مربول از تعیین بکنه، چرا ایرا اختیار نکرد؟ برای ازی که نمی مشکلات های جوان ها را
پیامبر علیه السلام در نظر گرفت. دخترای جوان، پسرای جوان، نسبت یزی که یکم دلابلای گفتگو عرض بکنیم، یکم کس 8 سرش واجب است. او میگه که والا توانی مصارف برگشته ندارم. گاو بکش، جای نماز بخر، تسبیح بیا دیگه. اگه این شخص بمره، یک بار از ملای مسجدش پرسان نکرد که ما دارم مصرف رفت و برگشت حج، نفقه عیال دارم، ولی پیسه گاو ندارم که بکشم. پیسه صد سر برینج ندارم که تقسیم بکنم، پیسه تسبیحات ندارم و جای نماز و مسواکار ندارم، چی بکنم؟ میوه دسترخوان ندارم، چی بکنم؟ ملاحت من برش میگه که اگر تو بموری، پیامبر علیه السلام میگه که اختیار داره که یهودی میمره یا نصرانی. کسی توان حج داشت حج نکرد، ان شاء الله مات یهودی او نصرانی. بدلیل اینکه مثلا مصارف یا انعارات مردمی، بله. مردم چی میگن؟ چی میگن مردم مرا چی میگن؟ پس نمی مراسم هم باید متوجه باشن. همی پدرها در تفسیر حقانی نوشته میکنه دختر جوان شد، پسر جوان شد، مانی وجود نداره سری را. پدر و مادر ازدواج نمیکنن، هر شب میگذره جزای زنده در گور کردن یک اولاد الله به اینها میته. در معاشره ما، خب بین حال ما و شما باید همی فرهنگی که عنعناتی داریم ایره کمک واضح بسازیم. دختر را به ازدواج نمیتین، بچه خوبی برش پیداش است، والا مامایش میگه بچه در رنگ من ننشست. درست شد؟ خسربرده برادرش میگه که بچه بچه معقول من نشد. ببینین آیا شریعت اسلامی این صلاحیت انتخاب به مامای دختر داده؟ شریعت اسلامی انتخاب همسر به پدری دختر نداده؟ پدر دختر در چوکات یک مشوره دهنده است، سرپرست است، رئیس است، مشوره خوب بده. دختر انتخاب غلط کرد، پدر بفهمانه ایره، مادر ایره بفهمانه، ولی ایره به اصطلاح در انتخاب همسر مجبور نکنه ایره. باید ایره متوجه باشن چه یک پیامدهای بد بری از اینها می داشته باشه. یکی از این مهره های بالا که حالی ببینین وقتی که لیست داده می شود، هتل تعیین می شود، سازنده بسیار، یعنی آوازخانی خوبی تعیین می شود. ما استاد شاهدی یک صحنه بودم در ممتاز محل، یک نکاره خواندم، $50,000 مهر بود. ما گفتم که بس یک لک بود، اصرار کردیم. از مرا پدری بچه میگه که وکیلی بچه است، میگه ملاسی پیسر تو که نمیتی من میتم، پیسر تو که نمیتی من میتم، نکاره بخون. گفتم خیلی وقتی که تو راضی استی، معمو تعبیری به اصطلاح اردو زبان ها واره که تو راضی می راضی کیا کری قاضی، تو راضی استی من راضی، من دیگه چی حق دارم؟ نکاره خواندم. برادری شام را آورد، من دیگه همی طبیعتم خراب شد، بنانم ننشستم. دمی دارالامان یکی از شناختا بود که مرا برده بود برای نکاح، چند دقیقه صحبت کردم. در دارالامان رسیدیم، زنگ آمد، گفت مناسب تاشه. برادری شاه گفتم چی شده؟ گفت شاه و عروس در موتر بدن دور میخوردن، از آرایش آمدن یا کجای میرفتن دور میخوردن، یک موتر آمده تصادم سرد و شهید شدن. الله مناسب تاشه. من تا کرد، گفتم برادر در یه حالت غم دیگه تو برو، خدا شهادت چنان قبول بکنه. من در موتر دیگه نشستم، وقتی رفتم چرت زدم که خب ولی یک لک سری پدری شاه گشت، بچه هم رفت $50,000، بچه هم رفت $50,000 هم بتی، عروس هم رفت، و در این دو خانه ای که به اصطلاح میخواستن یک خوشی بیاید، حال غم چی میکنی را؟ نمی کارایی است که ما بعضی پهلوهای سنت نادیده میگیریم. بله دقیقا. الله ما را نشان میده. بهتر است که نکاح خرج مصرفش کمتر باشه تا که جوانا از این دربدری، از این به اصطلاح ارتکاب جرائم و منکرات یک دسته یا یک خورده جلوگیری بکنن و نجات بیافتن. بسیار عالی، جزاکم الله خیر استاد محترم. سبحان الله.